سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته یادی از عباس صفاری به مناسبت درگذشت شاعر، فیلم برلین الکساندر پلاتس ساخته برهان قربانی، در کارگاه سانی شکرایی هنرمند ساکن نیویورک. عباس صفاری، شاعر و مترجم ایرانی، 7 بهمن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در 69 سالگی درگذشت. آقای صفاری چند سال پیش از انقلاب 57 به آمریکا مهاجرت کرده بود و اولین مجموعه شعرش به عنوان از ملتقای دست و سیب حدود 20 سال پیش در کالیفرنیا به چاپ رسیده بود. در 2 دهه گذشته چندین کتاب از آقای صفاری در ایران به چاپ رسیده که او را در بین شاعران محبوب قرار داده. کبریت خیز، یکی از مجموعه شعرهای او، هم جایزه شعر کارنامه را دریافت کرده. علاء محسنی، مستندساز، حدود 6 سال پیش برای دیدار با آقای صفاری به خانه و کارگاه او رفته بود و گزارشی برای تماشا تهیه کرده بود. برنامه این هفته را به یاد عباس صفاری با بازپخش این گزارش آغاز می‌کنیم. لازم نیست دنیا دیده باشد، همین که تو را خوب ببیند دنیایی را دیده است. از میلیون ها سنگ هم رنگ که در بستر رودخانه بر هم می‌غلتند، فقط سنگی که نگاه ما بر آن می‌افتد زیبا می‌شود. تلفن را بردار، شماره‌اش را بگیر و مأموریت کشف خود را در شلوخ در این ایستگاه شهر به او واگذار کن. از هزاران زنی که فردا پیاده می شوند از قطار، یکی زیباست و ما بقی مسافرند. من در سال 1330 در یزد به دنیا آمدم. دوران کودکی من تا 7 سالگی در واقع در یزد سپری شد. کلاس اول دبستان را هم در مدرسه سعدی یزد رفتم. و سال بعد از آن خانواده من به تهران کوچ کردند و آمدیم به شمال خیابان جیهون و ما بقیه در واقع عمرم رو تا زمانی که من در تهران بودم در اون محله زندگی کردم. کار ترانه سرایی رو در اواخر دبیرستان شروع کردم. توی اون دوره حدود 10 تا ترانه، 12 تا ترانه نوشتم و یک ترانه که با صدای فرهاد اجرا شد به اسم اسیر شب. جغد بارون خورده ای تو کوچه فریاد میزنه، زیر دیوار بلندی یه نفر چون میکنه، کی میدونه تو دل تاریک شب چی میگذره. پای برده های شب حسیر زنجیر غمه. علاقه و عشق من به ادبیات با خواندن یک کتاب شکل گرفت. بعد از کتاب امیرارسلان در واقع میدونستم که دیگه یک تحولی در زندگی من به وجود اومده، به یه چیزی شدیداً علاقه‌مند شدم و شروع کردم خریدن کتاب. بیشتر پول تو جیبی که به قول معروف به دستم میرسید اینا رو جمع میکردم و کتاب میخریدم و به این صورت من به داستان و ادبیات علاقه‌مند شدم.
دلم از تاریکی ها خسته شده، همه درها برو بسته شده. با پایان در واقع دوران دبیرستان و گرفتن دیپلم و رفتن به سربازی خدمت سپاهی، در واقع من ترانه سرایی رو کنار گذاشتم برای همیشه. دلم میخواست برم بلوچستان در واقع، و دلم میخواست در جاهایی تجربه بکنم زندگی رو که میدونستم دیگه هیچ وقت با عمرم گذرم به چنین جاهایی نخواهد افتاد. بعد از خدمت سپاهی به لندن رفتم و مدت 2 سال در لندن زندگی کردم. پذیرشی از آمریکا گرفتم و برای ادامه تحصیل به آمریکا آمدم و اینجا در رشته هنرهای تجسمی به مدت 4 سال تحصیل کردم و سرانجام بدون اینکه مدرکی چیزی بگیرم رها کردم. We were introduced through friends. If I can say that I immediately fell in love with him, it was love at first sight. So we married a year later in 1981, and so we've been together for 35 years. So it's quite a long haul. The poem Adam and Eve, I know he calls it our story, but it's probably every couple story. It's one of my very favorite pieces of work that he's done. انگار همین دیروز بود که پروردگار ناگهان با یک اردنگی ملکوتی شیطان را از دروازه بهشت بیرون انداختند. راستش حواس من و حوا دربست به رقص ساقه‌های طلایی گندم بود و نفهمیدیم دعوا بر سر چه و پروردگار ناگهان چرا از کوره در رفتند. We had just met. I had not discovered the beauty of the skies until I looked into Eve's eyes. من تا چشم‌های حوا را ندیده بودم نمی‌دانستم آسمان زیباست. و سرانگشتانم هنوز بر پوست مرطوبش نلغزیده بود که بدانم از کنار هیچ گلی تا ابد بی اعتنا نخواهم گذشت. شعر برای من گاهی خیلی خسته کننده میشه، کار بسیار دشواریه و انرژی خیلی زیادی از من میبره و به یه جاهایی میرسم که حس میکنم واقعا باید از خودم فاصله بگیرم. یک نوعی حس میکنی که از اون منبعی که سرچشمه اسمش رو بذاریم الهام یا هر اسم دیگری، از اون منبع زیادی برداشت کردی و داره کفگیرت به ته دیگ میخوره. در یه همچین لحظاتی من فاصله میگیرم و به خودم یک مرخصی میدم به مدتی که دیگه نمیدانم 2 سال باشه 1 سال باشه، و این حالت زیگزاگی ما بین ادبیات و کار چوب ادامه داره. تنها بودم اما بودا نبودم، و نیلوفری ارغوانی در سینه بلورینم نمیتپید. در هر زندان دنیا زندانی فراموش شده ای، و در هر گورستان جهان عزیز به خاک سپرده ای داشتم و تنها بودم، مثل ماه که کوتاه‌تر از تنهایی من دیواری نیافته بود. با
برهان قربانی، فیلمساز آلمانی افغانستانی، در سومین فیلمش به نام برلین الکساندر پلاتس به سراغ رمان معروفی از آلفرد دوبلین به همین عنوان رفته. رمانی که قبل از اون فاسبیندر فیلمساز معروف آلمانی هم اون رو به تصویر کشیده. برهانی یک روایت امروزی از این رمان خلق میکنه و داستان یک مهاجر آفریقایی در آلمان رو تعریف میکنه. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره برلین سال گذشته و همینطور چند جشنواره دیگه به نمایش در اومده. محمد عبدی منتقد فیلم با این فیلمساز گفتگو کرده. Hello everyone. Reinhold. I have a funny voice. You can laugh about it. Go ahead. Go ahead. But I didn't ask you to come here to make you laugh. I want to help to lift you out of here. Lift us out? What do you mean? No one deserves to live like this. برلین الکساندر پلاتس رمان است که در دبیرستان‌های آلمان باید بخوانیمش. ولی آدم وقتی 17-18 ساله است خیلی قدر این کتاب نمی‌دانه. من که آن موقع ازش متنفر بودم، ولی بعداً در بزرگسالی وقتی به برلین آمدم دوباره خواندمش. و آن موقع بود که مسحور زبان و ساختار داستان این اثر زیبای ادبی شدم. When I look at you, I see young, strong, proud men who are tired of sitting here and doing nothing, huh? Yeah, of course. You want a decent life, an anständiges Leben. در برلین در نزدیک پارک هازنهایده مقیم بودم و آنجا محله نسبتاً عیانی است و بیشتر جمعیتش سفید پوست هستند. ولی در ضمن جمعیت سیاه پوست هم داره که اغلب در کار فروش مواد مخدر هستند. And what do we have to do for it? You deal drugs for me. Aha. You see. Und wenn wir erwischt werden, gehen wir in Gefängnis oder was? Richtig. من خیلی ناراحت می شدم از اینکه می دیدم مردم که به این پارک می آیند جامعه سیاه پوستان را به چشم مواد فروش و مجرم نگاه می کنند. ناگهان یاد این رمان افتادم و حس کردم بین افراد که در پارک هستند و شخصیت های این رمان تشابه وجود دارد. قهرمان داستان از جنگ برگشته و دچار ضربه روحی شده. در برلین زندگی می کند ولی عضو جامعه نیست. سعی دارد که خودش را وارد جامعه بکنه ولی نمیتونه. ضد قهرمان داستان رایان هولد شکنجهش میده و اش خیانت میکنه و پایینش میاره. ما با خودمان فکر میکردیم که چرا قهرمان داستان اینا را برای خودش روا میدانه. اوایل فیلم میبینیم که فرانسیس احساس گناه میکنه و انگار دنبال کسی است که مجازاتش کند. تا جایی که بگه خلاص، من به اندازه کافی تقاص پس دادم و دیگه از گناهانم پاک شدم. Was ist das? Ein Verkleidungsstück. Ich mach da nicht mit. Setz auf. Nein. Zieh die scheiß Maske an! Happy? Showtime. Was? Oh! Ah! Das sind Leute da. Nein. Nein. Mach ich nicht. Du tust, was ich dir sage. Tust! Nein. Da steht mein Franz und fragt sich, was tun. Soll ich weg? Soll ich bleiben? The thing is that the novel was already done by Rainer Werner Fassbinder. He did this. این رمان قبلا هم به تصویر کشیده شده بود. راینر ورنر فاسبیندر در دهه 80 سریال بر اساسش ساخته بود.
و خب فاسبیندر در آلمان خدای سینماست. واقعانه نیست که آدم با خدایان در بیفته. بنابراین من فکر کردم که رمان را استفاده کنم ولی داستان را در فضای متفاوت قرار بدم که با سریال فاسبیندر مقایسه نشه و تقابل پیدا نکنه. در واقع رمان برای من وسیله‌ای بود که با استفاده ازش داستان کسانی را بگم که بی چهره هستند و صدایشان به جایی نمی‌رسد چون اجتماعی ندارن که زبان واحد داشته باشه. خواستم با این رمان حال و روز آنها را روایت کنم. Du musst deinen Gorilla besser erziehen. Er kann ihn nicht einfach jeden angreifen. Ich bin kein Gorilla. Speak to this man. Das ist ein Problem, Reinhold. Du hast deine Leute nicht unter Kontrolle. Verstehst du? Was ist dein Job hier, Gorilla? من در همه فیلم هایم به موضوع هویت می پردازم، به آدم های غریب در سرزمینی که مال خودشان نیست. پدر و مادر من در دهه 80 میلادی با 2 چمدان از افغانستان به آلمان آمدند. سرزمین و فامیل و خانه و زبانشان را رها کردند. و من هم رنج آسیب روانی که اونا متحمل شدن را در خودم دارم و او را در فیلم های منعکس می کنم. تا حال 3 فیلم ساختم که همهشان داستان آدم‌های غریب در سرزمین غریب هستند. آدم‌هایی که می‌خواهند در سرزمین تازه زمین خودشان و خانه خودشان را پیدا کنند. لحظه‌ای در فیلم هست که قهرمان داستان که مهاجر سیاه‌پوست است میگه من آلمان هستم. به من نگوین پناهجو، به من بگین نورسیده. به من بگین مهاجر، نه پناهجو. این چیزیست که شخصا برای من خیلی مهم است. برای پدر و مادرم هم. این که بگویم به من نگاه از بالا و پایین نداشته باشین. ما را با خودتان مساوی بدانین و به ما به چشم کسایی نگاه کنید که میتونن به جامعه تان یک چیز اضافه کنن. ما اینجا به گدایی نیامدیم. ما از شما چیزی نمیخواهیم. ما میخواهیم زندگی من را احیا کنیم. به نظرم وقت آدم سرزمینش را ترک میکنه بخشی از شأنش را از دست میده. ما در فیلم هایم سعی میکنم شأن شخصیت هایم را به ایشان برگردانم. For my characters. I was a refugee all of my life. I did what I have to do. Now I got a second chance. Ich will gut sein. Yeah, yeah. I always say this. What is gut? نمایشگاه کارهای تازه طاهر پورحیدری به نام تلوار در گالری هما برگزار شد. پورحیدری چند سالیه که با نقاشی‌های دقیقش از معماری شهری شناخته شده و در این نمایشگاه سراغ بناهای تاریخی آجری رفته. ساختمان‌های نیمه مخروبه‌ای که در این نقاشی‌ها می‌بینیم همه با تکنیک آجرکاری ساخته شدند و نقاشی‌ها هم با رنگ‌های محدود طیف قهوه‌ای و آجری و خاکستری کار شدند. در یکی از نقاشی‌ها باقی مانده مسجدی رو می‌بینیم که تنها گنبد و ورودی اون سالم مونده و چند درخت کهنسال هم در دو طرف این بنا قرار گرفتند. جنس آجرهای بنا و حس کهنگی اونها با بافت پوست درخت‌ها همخوان شده و خط کوفی روی در ورودی هم که نقش مایه‌های هندسی داره با پیچ و تاب شاخه‌های خشکیده درخت در ارتباطه. وفاداری به عکس در این کارها به وضوح دیده میشه، اما در یکی از کارها ترکیب 2 عکس مختلف حس متفاوتی به کار داده. مناره آجری در مرکز این نقاشی عمودی قرار گرفته، اما در پس زمینه ساختمان‌هایی رو می‌بینیم که از یک منبع تصویری دیگه به نقاشی اضافه شدن و بافت کاهگلی اونها با آجرکاری دقیق مناره 2 شکل مختلف معماری رو کنار هم قرار میده. گالری پروژه‌های آران نمایشگاهی از عکس‌های رؤوف دشتی با عنوان عدم تشخیص موقعیت برگزار کرده.
عکس ها و ویدیوی این مجموعه همگی در فضای داخلی گرفته شدند و نماهایی از خانه و زندگی خصوصی رو نشون میدن. در بعضی از عکس های نمایشگاه که با دوربین پولاروید گرفته شدند، نماهایی بسته از گوشه کنار یک خانه رو میبینیم. در ویدئویی که روی دیوار گالری پخش میشه، با نمایی بسته از چشم و ابروی چند نفر روبرو میشیم که نمیدونیم گریه میکنند یا میخندند. به نظر میاد که عنوان نمایشگاه هم به این حس دوگانه اشاره داره. عدم تشخیص موقعیت رو در عکس‌های نمایشگاه هم میشه دید. در چند عکس صحنه‌های شبیه به بقایای یک مهمانی شبانه رو می‌بینیم که نورهای رنگارنگ بر اونها تابیده شده، اما عدم حضور انسان در کادر باعث شده که ندونیم آیا مهمانی در جریانه یا با اتفاقی ناگهانی متوقف شده. سانی شکرایی عکاس مد و تبلیغاته که برای مجله ها و کمپانی های بزرگ تولید پوشاک عکاسی کرده. سوژه های اون هم شخصیت های معروفن و هم دوستان و اطرافیانش. در بعضی از عکساش دخترها و پسرها با آرایش، مدل مو و لباس هایی که مد روزه در فضایی که به دقت انتخاب و صحنه آرایی شده به نمایش در اومدن. سری بزنیم به کارگاه سانی شکرایی در نیویورک. وقتی 5 سالم بود همه چیز رو رها کردیم و از ایران خارج شدیم. زمان جنگ ایران و عراق بود. پدرم اون زمان توی تیم پزشکی جنگ بود و خیلی کم دیدمش. هیچ فرصتی برای جمع کردن اسباب و وسایلمون نداشتیم. برای همون مجبور شدیم تعداد زیادی از عکسامون رو رها کنیم و بریم و فکر میکنم همین انگیزه اولیه من برای شروع کارم به عنوان عکاس بود. از همون بچگی میخواستم که با عکاسی خاطرات جسته گریخته زندگیم رو حفظ کنم. اینطوری خیالم راحت بود که سرگذشتم رو از دست نمیدم. ولی بعد برام تبدیل به یک وسواس فکری شد. هیچ وقت دست از عکاسی بر نداشتم. همیشه سبکای مختلف عکاسی رو کنار هم کار کردم. پورتره، مود، سبک زندگی. همیشه بهم میگن باید یه سبک عکاسی رو انتخاب کنی و پیش بگیری. ولی هیچ وقت دلم نخواست که این کارو بکنم. چون برای من دوستام و اطرافیانم مهمن. مثلا اگه دوستی داشته باشم که صاحب یه رستورانه و ازم بخواد که برای کتاب آشپزیش عکاسی کنم، اگه نوع غذا و فرهنگ و زیباشناسی کارش رو دوست داشته باشم، حتما براش عکاسی میکنم. برام مهم نیست که من عکاس خوراک و غذا نیستم. با کمال میل تجربهش میکنم. عکاسی پورتره اما خیلی متفاوته، خیلی بی درد سره. اگه قرار باشه برای نیویورک تایمز یه عکس بگیرم، فقط با یک نفر توی یه اتاق طرفم. اما برای عکاسی مد با یک گروه بزرگ طرفید. طراح گریم و آرایش، طراح مو، لباس، تولید کننده ها، یک تیم بزرگ. همیشه این تنش بین حقیقت و شخصیت فردی که ازش عکس میگیرم با تصویری که من میخوام ازش بسازم و مهر منو داشته باشه توی کار وجود داره. کار توی استودیوی عکاسی و نورپردازی رو دوست دارم، ولی عناصر واقعی دنیای بیرونی هم برام خیلی جالبه. اینکه بتونی فضای بیرونی رو پیدا کنی که با حالت روحی و رنگ و لباس مدل تطابق داشته باشه، اینطوری حس آزادی بیشتری داره. چهره هایی رو دوست دارم که بی عیب و نقص نیستند. لباس هایی رو دوست دارم که توشون اغراق وجود داره. دلم میخواد که یا خیلی پیچیده باشن یا اینکه سادگی کامل داشته باشن. همیشه در کنار عکاسی دیجیتال چند حلقه عکس آنالوگ هم میگیرم. چون دیجیتال خب عرفه، اما عکاسی آنالوگ کاریه که دوست دارم. خیلی متفاوته. به اندازه دیجیتال صاف و براق نیست. بافت و ماده داره و چیزها رو تو مقیاس دیگه ای میبینی.
scope. به نظر من سبک و زیباشناسی عکس باید واقعی باشه تا عکس خوبی از آب در بیاد. خب من یک کم رنگ و سایز رو تغییر میدم و عکس رو یک کم تر و تمیز میکنم، ولی بیشتر از این کاری روی عکس نمیکنم چون فکر میکنم که بد میشه. برنامه این هفته هم تموم شد. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.